انسان قدرت بی در درون خیش دارد آنقدر که می تواند بر کل آفرینش حکمرانی کند فلک را سقف بشکافت به آسمانها پای بگذارد و همگام با ستاره ها شوند این که در قرآن خداوند می گوید نفخت و فیه من روحی من در جان آدمی روح خودم را دمیدم مراد از روح خدا قدرت خداست این سخن را فقیه آل قدر شیخ توسی رحمت الله علی در تفسیر اتبیان می گوید. لذا انسان قدرت و عظمت خدایی دارد اما درناک این است که ما از این قدرت و استعداد بینظیر الهی هرگز استفاده نمیبریم شاید تنها دو درصد استفاده کرده باشیم ولی 90 درصد قدرت و استعداد و نیروی درونی ما همچنان بیمصرف و در انبار وجود ما باقی می ماند. در واقع هدر می رود. آیا می دانستید چشمان انسان حدود 130 میلیون سلول های گیرنده نور دارد؟ و هر سلول حدود 100 تریلیون اتم دارد یعنی خیلی بیشتر از تمام ستاره های کهکشان راه شیری مولوی میگوید دو درم سنگ از پی چشمانتان نور روحش تا انان آسمان این چشم به ظاهر کوچک اما در واقع تمام آسمان را در درون خودش جای داده است رفتارهای فساد آلود ما بی برنامگی های ما و بی های ما هرگز شایسته مقام انسانیت ما نیست هر اندازه که انسان به عظمت و قدرت خیش بیشتر پی ببرد به همان اندازه از فساد و پستی و گناه جوری می کند آلودگی های معنوی پستی و حقارت است و انسان شکوه مند و نماینده خدا در زمین اهل کارهای حقیر و پست نیست ای نسخه اسرار الهی که تویی و ای آینه جمال شاهی که تو بیرون ز تو نیست هر چه در عالم است بیرون ز تو نیست هر چه در عالم هست از خود به طلب آنچه خواهی